سلام به همه دوستای خوب، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. من کامبیس هستم و توی این ویدیو قراره که یک راهنمای خرید کامل و جامع برای خرید مچبند هوشمند داشته باشیم. ساعت نه و مچبند هوشمند با ساعت فرق داره، پس ادامه این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید، چرا که قراره توی بازه‌های قیمتی مختلف بهترین مچبند هوشمند رو بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ اولین بازه قیمتی، خوشحال میشم اگه همین الان ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم حتما فعال کنید تا بلافاصله بعد از انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشید. بریم سراغ اولین بازه قیمتی. اولین بازه قیمتی از 600 تا 900 هزار تومان رو در نظر گرفتیم، چرا که پایین تر از اون واقعا دیگه چیز خاصی رو نمیتونید بخرید یا باید از اون فیکا بخرید که کلا به درد نمیخوره. پس اولین بازه قیمتی از 600 تا 900 هزار تومانه که اینجا من فیتبند IFBI 11 مدل آیتل رو بهتون پیشنهاد میدم، چرا که صفحه نمایش رنگی داره، 9600 اینچیه که خیلی روشنایی زیادی نداره و خیلی با کیفیت هم نیست، ولی به هر حال توی این بازه قیمتی کار را بندازه. از لحاظ طراحی هم که ظاهر مچبندای هوشمند رو داره، ضد آب هم هست و قابلیت های مثل اندازه‌گیری ضربان قلب و شمارش گام‌ها و چک کردن پیام‌های گوشی و یه سری حالت‌های ورزشی هم داره. ظرفیت باتریش هم 85 میلی آمپر ساعته که در حالت استندبای میتونه 15 روز بهتون شارژدهی بده، اگرم باهاش کار کنید اینا 10 روز بهتون شارژدهی میده. در مجموع میتونم بهتون بگم که تو این بازه قیمتی این مچبند هوشمند رو میتونم بهتون پیشنهاد خرید بدم که بتونید برای خودتون بخرید. دومین بازه قیمتی از 900 تا 1200 که اینجا من آنربند 6 رو بهتون پیشنهاد میدم، چرا که صفحه نمایش امولد 1.47 اینچی داره که واقعا خیلی خوب و با کیفیت، رنگ مشکی رو خوب و عمیق نشون میده. از لحاظ طراحی هم کاملا ضد آب، یه بند سیلیکونی داره و نسبت به سایر مچبندای هوشمند هم یه مقدار عریض‌تره. ظرفیت باتریش هم 180 میلی آمپر ساعته که با یه استفاده نرمال فکر می‌کنم بیشتر از یک هفته رو بتونه بهتون شارژه‌ای بده. از لحاظ سنسورها هم حسگرهای مختلفی داره، مثل اندازه‌گیری ضربان قلب، اندازه‌گیری سطح اکسیژن خون، ژیروسکوپ، میزان کالری سوخته شده، قابلیت‌های مثل چک کردن وضعیت آب و هوا، دریافت نوتیفیکیشن‌های گوشی و شمارش گام ها و اینجور چیزها رو هم داره. بریم سراغ بازه قیمتی بعدی از 1200 تا 1500 که اینجا فقط یه انتخاب دارید و اونم میبند 6 هست که مشخصاتش زیاد شبیه آنربند 6، فقط یه دونه صفحه نمایشش فرق میکنه، اونم اندازه صفحه نمایش بزرگتره و 1.56 اینچی هست و امولد که اونم واقعا خیلی خوب و با کیفیته. پس توی بازه قیمتی 1900 تا 1200 آنربند 6 و توی بازه قیمتی 1200 تا 1500 میبند 6 رو من بهتون پیشنهاد میدم. آفتاب هم اومد که دیگه مجبور شدم جای خودم رو عوض کنم. به هر حال بریم سراغ بازه قیمتی بعدی از 1500 تا 1800 که اینجا کار یه مقدار سخته و سه تا انتخاب دارید، میبند 7، وایبند 7 و امیزفیت بند 7 که الان هر ستاشون رو با هم مقایسه میکنم. اول میریم سراغ امیزفیت بند 7 و هواوی بند 7 که از لحاظ طراحی جفتشون بدنه های مستطیلی شکلی دارن، ضد آب هم هستن، با بند های سیلیکونی قابل تعویض، جفتشون هم صفحه نمایش های امولد 1.47 اینچی خوب و با کیفیتی دارن. حالا فرقشون چیه؟ امیزفیت بند 7 ظرفیت باتریش 232 میلی آمپر ساعته در مقایسه با هواوی بند 7 که 180 میلی آمپر ساعته و امیزفیت بند 7 120 حالت ورزشی هم پشتیبانی میکنه در مقایسه با 96 حالت ورزشی هواوی بند 7. حالا میمونه امیزفیت بند 7 و میبند 7 که الان اونا رو هم با هم مقایسه میکنم. میبند 7 رو که دیگه خودتون میدونید همون طراحی سابق قدیمی رو داره با بدنه بیزی شکل، اما یه تفاوت اصلی با امیزفیت بند 7 داره، اونم توی صفحه نمایشه که میبند 7 صفحه نمایش بزرگتر 1.62 اینچی داره با پشتیبانی از Always On Display و با تراکم پیکسلی بالاتر. پس توی این بازه قیمتی این سه تا مچبند هوشمند رو میتونم اینجوری ترتیب بندی کنم، اول میبند 7، بعد امیزفیت بند 7، بعد هواوی بند 7. بازه قیمتی بعدی از 2 میلیون تومان تا 2200 که اینجا فقط یه انتخاب خوب دارید به نظرم و اونم ردمی سمارت بند پرو هست که تنها مچبند هوشمند خوب توی این بازه قیمتی. میریم سراغ آخرین بازه قیمتی از 2400 تا 3 میلیون تومان که اینجا دوتا انتخاب دارید، میبند 8 و هواوی بند 8 که زیاد معطلتون نمی کنم و مستقیم میریم سراغ تفاوتاشون که ببینیم کدوم بهتره.
می بند 8 صفحه نمایش بزرگتری داره نسبت به هواوی بند 8 که صفحه نمایشش 1.62 اینچی AMOLED با تراکم پیکسلی بالاتر و روشنایی بیشتر و می بند 8 150 حالت ورزشی رو هم پشتیبانی میکنه در مقایسه با 100 حالت ورزشی. ظرفیت باتریش هم 190 میلی آمپر ساعته ولی هواوی بند 8 180 میلی آمپر ساعته که باز اگر اینجا جزئیات ریز رو در نظر بگیریم می بند 8 یه مقدار از هواوی بند 8 بهتره. اینم از ویدیو راهنمای خرید مچ بندای هوشمند. امیدوارم که این ویدیو هم مورد پسند شما واقع شده باشه و به دردتون بخوره برای خرید مچ بندای هوشمند. از 3 میلیون تومان به بعدم که دیگه گلکسی فیت 2 هست مال سامسونگ که اونم مشخصات مشابه اینا رو داره، زیاد فرقی نداره. از اون بیشترم که دیگه وارد ساعت‌های هوشمند میشیم که اونا قیمتشون بیشتره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. نکته دیگه نیست. ممنونم از وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتید. سابسکرایب به کانال و لایک ویدیو رو فراموش نکنید. تا ویدیوی دیگر فعلا خدا نگهدار.